دو نهاد سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت هشدار دادند که صحرا و دریا نباید تبدیل به قبرستان‌های جمعی برای مهاجران شود. این سازمان‌ها با اشاره به افزایش مرگ و میر مهاجران بر ضرورت اقدام فوری برای حمایت از حقوق و زندگی آنان تاکید کردند و خواستار تقویت عملیات‌های جستجو و نجات در این مسیرها شدند. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دو سازمان ملل روز دوشنبه هشدار دادند که باید اقدام فوری برای جلوگیری از تبدیل صحرا و دریا به قبرستان‌های جمعی برای مهاجران انجام شود. مدیر دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت این بحران انسانی را غیر قابل تحمل توصیف کرد و بر لزوم حمایت از زندگی مهاجران تأکید کرد. طبق گزارش دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال 2023 8542 مهاجر جان خود را از دست داده اند که این تعداد بالاترین آمار از سال 2014 است. 37% از این مرگ و میرها در دریای مدیترانه ثبت شده است. همچنین مدیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از ثبت بیش از 350,000 پناهنده در سال جاری خبر داد. با وجود کاهش تعداد مهاجران به سمت اروپا، چالش‌ها و خطرات همچنان ادامه دارد. مدیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار انجام اقدامات حقوق بشری و افزایش عملیات‌های نجات در دریا شد. او تأکید کرد که نجات جان افراد و ارائه کمک‌های بشردوستانه وظیفه اساسی برای همگان است. این هشدارها نشان دهنده بحران جدی انسانی در مسیرهای مهاجرتی و ضرورت اقدام فوری برای حمایت از حقوق مهاجران و پناهندگان است. همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آقای دکتر هنرور سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به افزایش مرگ و میر مهاجران در مسیرهای خطرناک، به نظر شما چه اقداماتی میتونه به طور مؤثر از تبدیل صحرا و دریا به قبرستان‌های جمعی برای مهاجران جلوگیری کنه؟ بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. ممنون. ببینید، راهکارهای گوناگونی رو تحلیلگران و فعالان به اصطلاح حقوق بشر مطرح کردن. تصور میکنم یکی از مهمترین اینها افزایش تلاش برای روشنگری و آگاهی سازیه برای خود کسانی که این مسیرهای خطرناک رو انتخاب میکنند و نمیتونند به دلایل امنیتی و به دلایل عدم اطلاعات کافی به اصطلاح آگاهی و اشراف کاملی بر مسیر و خطرهایی که در پیش دارند رو ارزیابی بکنند. یکی از مهمترین این مطالب اینه که بدانند که به اصطلاح راه قاچاق آخرین راه حله و راه‌های قانونی مهاجرت رو کسانی سعی کنند بیشتر روشنگری کنند و آگاهی ببخشند. از یک طرف دیگه مسئله نوع و مقدار سازماندهی و کنترل‌های مرزی در اتحادیه اروپا هست که اینها هنوز از معیارهای استانداردی که هم موازین حقوق بشر و هم واقعیات و فکت‌های و آمارهای مهاجرت رو بخواد ملاحظه کرده باشه هنوز به خودش نگرفته. یک مطلب دیگه که هست به اصطلاح افزایش تلاش‌ها برای ایجاد راه‌های رسمی و امن از طریق فشار آوردن بر دولت‌ها و وادار کردن اونها به پذیرفتن این حقیقت که هر راهی که بسته بشه به هر حال راه دیگری رو می‌گشایند و ممکنه راه‌های بعدی خطرات بیشتری داشته باشه، که دقیقاً ارزش‌های لیبرال و ارزش‌های دموکراسی غربی و اون چیزی که قرار در کنوانسیون ژنو بهش متعهد شده و موازین حقوق بشر رو زیر سوال ببره. و یک چیز دیگه که قطعاً خیلی مهمه به اصطلاح افزایش تمرکز بر خود امر حقوق بشر و ارزش‌های انسانیه و همکاری بین‌المللی. الان خب با توجه به اینکه آراء عمومی در اروپای مرکزی به سمت راستگرایی داره میره و به خاطر همین
هم اتحادیه اروپا و هم کشورهای عضو هر کدوم قوانین رو تشدید کردن، خب این در درجه اول آسیبش داره به مهاجرانی میخوره که واقعا از شرایط غیر انسانی و به خاطر محرومیت از حقوق بنیادین و نقض مبادله حقوق بشر و ترس و جنگ و هزار مطلب دیگه به کشورهای دیگه پناه میرن. و تصور میکنم که بیش از همه حقوقداران و فعالان سیاسی و فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در این زمینه وظیفه روشنگری و وظیفه تلاش بین‌المللی و افزایش فشار بر کشورها رو دارند. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر.